شب و روزتون بخیر دوستای عزیزم، امیدوارم که هر جا هست حال دلتون عالی باشه. از اونجایی که مدت زیادی هست من نیومدم، گفتم چون درخواست زیادی داشتین که من صداگذاری کنم روی ویدیوها، اومدم گفتم که باش چشم رو چشم، آدم باید احترام مخاطبش رو نگه داره دیگه. من هم اومدم گفتم صداگذاری بکنم، ولی نمیدونم حالا خوب در بیاد بد در بیاد، حالا اگه خوبم شد یا بدم شد تو کامنت ها همین الان جلو جلو بگیم ببینم همین روند رو باید ادامه بدم یا ندم. قربون دستتون، تا یادتونم نرفته هم سابسکرایب کنین، هم این ویدیو رو یه حمایت کوچولو ریزی حالا داشته باشین، ازش لایکش کنین، کامنت بذارین بگین به به چقدر خوب شده، دست مریضات عالی و اینا. حالا اگر خوشتون نیومد دفعه دیگه هم حرف بزن من بگین، ما به نظرتون خیلی احتیاج دارم، یعنی خیلی نظرتون برام شرطه. بریم ولاگ امشب رو ببینیم. ولاگای شبونه رو من خودم خیلی دوست دارم. شبا وقتی که بچه ها میرن میخوابن، ما کلن دیگه در بس در اختیار خودم هم. حالا یکی میگم در اختیار خودم هم، نه حالا نوشابه برای خودم باز کنم، نه، آروم آروم با آرامش بیشتری به کارم میرسم، بیشتر خودم رو تحویل میگیرم، دمنوش بابونه ای درست میکنم، آشپزخونه رو ترتمیز میکنم، مطالعه ای باشه، کار هنری عقب افتاده ای باشه، ای چیا دیگه. یه سوال پرتکرار از ما این بوده که توی بطری اسپری چی میریزی، چه محلولی درست میکنی برای پاک کردن حالا وسایل و کانتر و کابینت و همه چی. آقا ما از همین استفاده میکنیم، 2/3 آب جوشیده سرد شده، 1/3 ما بقی حالا شیشه شوی. آقا ما اومدم با یه خرید دیگه. یادمه تو یه کامنت های قبلی یکی در اومده و گفته تو چرا خرید جایزیت تموم نمیشه. اگه بدونی چقدر خندیدم. حالا ما به فال نیک میگیرم، میگم طرف شوخی کرده، حالا هرچی. آدم خواهمش که نباید با بدبینی به کامنت ها نگاه کنه. خب ولی از شما چه پنهون، این آسیاب برقی رو خیلی وقته که دوست داشتم بگیرمش. آسیاب مخصوص قهوه است، لمسیه، و ای که خیلی خیلی دوست داشتم که داشته باشم، چون آدم قهوه خور آسیابم نیاز داره دیگه. ما آسیابم دستی بود، خیلی که اذیت میشد مثلا مدام بخواد دستی آسیاب بکنی، اصلا تنظیم در بیاد نیاد اینا. یه چیز جمعی جوره دیگه، یه چیزیه که کارت سریع تر میکنه، با کیفیت تر قهوه تحویلت میده. باز این رویای وسیله جدید گیره. وقتی که ما وسیله جدید میگیرم، یعنی اینکه باید تمام آشپزخونه چیدمانش به هم بخوره. یه حرفا نی. باید همه چیز تغییر بکنه. اصلا واسه روحیتونم خوبه. واسه همینم در سینکو باز میکنم و دستمال مرطوبی که مناسب کانتر و کاشی باشه رو بالا درش میارم. این اولی که برای شیشه بود، دومی واسه سرویس بداشت، این سومی هم منظورم خوبه. پس همین برای تمیزکاری روی کانتر استفاده میکنم. حالا نمیگم که همیشه من از این دستمال و لاکشری بازی در بیارم استفاده کنم، نه، یه وقتایی که دوست دارم اساسی تمیز بشه، وگرنه همون اسپری همیشه جوابه، ولی یه وقتایی که دیگه کانتر رو خالی میکنم با همین دستمال ها تر تمیز میکنم، هم روی کانتر، هم کاشی های بین کابینتی و هم سقف که چه عرض کنم، کف کابینت بالایی میشه دیگه. آره آره، thank you.
دیروز که رفتم فروشگاه شکلات تلخ بگیرم، این خرمابارای جدیدم دیدم. یعنی حالا نمیدونم جدید باشه یا نه، من جدید دیدم. خرمابارو با قهوه داشت، با نارگیل داشت، اینم پسته‌ایش بود و یه دونه ماچا گرفتم، چون من ماچا زیاد دوست ندارم. ولی خب یه دونهشو گرفتم، گفتم شاید مثلا خرمابارش خوشمزه بشه. یه مقدارم برای بچه‌ها شکلات شیری و فندقی گرفتم. توی این لیوانای کافی هم میتونی نی بذاریم، قاشقای کافی بذاریم. حالا ما یه استند و کنار قهوه ساز گذاشتم، گفتن که وسایل مناسب قهوه یا مرتبط با قهوه رو اینجا میذارم دیگه. از مخزن آسیاب قهوه هم به عنوان بانک قهوه استفاده کردم دیگه، بانک جدا هم براش نذاشتم. ما اگر گلدون یه جایی نذارم خم نیستم. از قشنگش میکنه نمیکنه؟ از دیروز به بچه‌ها قول دادم که صبحونه امروزشون یه نخودا به تند و تیز و خوشمزه و چرب و چیلی باشه. به خاطر همین از همون دیروز براشون مقداری نخود خیس گذاشتم و امروزم بریم با هم دیگه درستش بکنیم.
یه قابلمه بزرگو برداری، البته اگه فرصت پخت دارین و نمیخواین توی سوپ پس بپزین. بعد یه دونه پیاز درشت و خوب ریزش بکنیم، بریزین تا قابلمه. یه تیک قلم هم بذارین رو پیازاتون. ببینین نخودایی که ما از دیروز خیسوندم قشنگ انگار جوونه زده، این یعنی آماده پخته. الان حسابی بیشورمشون و میریزمشون توی قابلمه. حالا حسابی روش آب بریزین و بعدش دیگه میتونین ادویجاتتون رو بهش اضافه کنین. اغلب برای ادویه نخودا ما فقط زردچوبه، فلفل هندی و نمک، تنها همین. همینا رو اضافه بکنید و بذارید تا حسابی قول بزنه و بپزه. یه لبنیاتی نزدیک خونمونه، خیلی شیرای خوب و پرچربی میاره. ما هم رفتم ازش 3 لیتر شیر گرفتم، گفتم میخوام یه پنیر پیتای محشر درست بکنم. برای بار دومه دارم درستش میکنم و انقدر بار اول راضی بودم گفتم این سری دیگه رسیپیشو باهاتون به اشتراک میذارم. اول از همه شیرتونو میذارین تا 45 درجه گرم بشه. یادتون باشه که شیری که از لبنیاتی میگیرین اصلا پاستوریزه نباشه، یعنی نجوشیده باشه. اجاقتو خاموش میکنی، 7-8 قاشق سرکه بهش میدی، کم 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 بهش سرکه اضافه میکنی تا حسابی شیر دلمه بشه و آب زرد تحویلت بده. این ورم حواسم به نخود آب هست، قلم اوایلش یه کفی پس میده که اونو باید قشنگ بگیری و جداش بکنی. بعدش میریم سراغ پنیر پیتزام. یه چند دقیقه اولی که بگذره شیر کامل دلمه میبنده و آب شیر کامل زرد میشه. الان میای تمام این پنیر که به دست اومده قشنگ با صافی جدا میکنی، میریزی توی آب کشی. ما اول حسابی پنیر رو فشرده میکنم تا آبش کامل ازش جدا بشه. بعد اون آب زردی که از شیر مونده بود رو اجاق رو روشن میکنم تا حسابی گرم بشه. چند ثانیه ای اون پنیر رو میذارم داخلش. بعد همینجوری با پنیر باید بازی بکنی تا کم 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 کش بیاد. حالا کاری که باید انجام بدم اینه که مدام این روند رو تکرار بکنم، یعنی که آب داغ رو همینجوری پنیر چند ثانیه داخلش میذارم، درش میارم، آبش رو جدا میکنم، همینجوری با پنیر باید بازی بکنی. دوباره داخل آب داغ میذاری، دوباره جداش میکنی، با پنیرت بازی میکنی تا حالت لاستیکی پیدا بکنه. یه کمی حوصله میخواد ولی نتیجهش فوق‌العاده. به نتیجه دلخواهت که رسیدیم میتونید نمک رو اضافه بکنی به آب پنیر تا قشنگ نمکی و خوشمزه بشه. بعدش میتونی یه چونه قشنگ ازش بگیری، بذاریش داخل یه پلاستیک فریزری یا بذاریش داخل فریزر یه 20 دقیقه بمونه. بعدش میتونی قشنگ رندش بکنی عین بازاریا بشه، یا تیک تیکش بکنی واسه پنیر پیتزا. دیگه هر جوری خود دلت میخواد. ولی بهت قول میدم هیچ کدوم از پنیر پیتزاهای بیرونی این کیفیت پنیر پیتزایی که تو درست کردی نداره. خیلی هم تازه به صرفه و خوشمزه تر و عالی تر با کش فوق العاده. دلتون نخواد نخدا بمونم آماده شد. برم سریع آماده بکنم چون آقا امیر باید بره سر کارش و دوست دارم یه صبحونه گرم و خوشمزه بخوره.
یه قهوه دبش هم برای خودم درست بکنم چون شوهرم خیلی قهوه خور نیست. اول از همه گیره یه پورتافیلتر رو میذارم چون میخوام به اندازه پورتافیلتر فقط آسیاب بکنم. نیازی هستی از عطرش بهتون بگم؟ بچه ما هنو دمش ندادم و اینقدر عطرش پیچیده تو آشپزخونه. بچه هم یک ساعت بعد از رفتن باباشون بیدار شدن و یه نخودها به گرم و خوشمزه خوردن. البته توی یک ساعتی که بچه ها خواب بودن ما رفتم تا ترباری سر کوچه سیب زمینی و سیر و اینجور چیزا گرفتم. از اونجایی که بهتون قول دادم هر چیز هنری که بلدم باهاتون به اشتراک بذارم، دیدم میز کار ندارم، گفتم اینجا رو یه تغییرات ایجاد کنم. برای همین گفتم که گلدونا رو فعلا جابجا بکنم، یه میز کار کوچولو اونجا برای خودم دست و پا کنم و که بتونم هر چیزی که بلدم رو باهاتون به اشتراک بذارم. البته این گلدونا رو باید تو ولاگای بعدی با هم دیگه همش عوض بکنیم، بهشون رسیدگی بکنیم، یه کمی جون بگیرن. جدیدن یه دوتا مهمون کوچولو به خونم اضافه شده، دوتا عروس هلندی لبگلی لبزعفرونی خوشمزه. خودمو چجوری طاقت آوردم اینا رو نخوردمشون هنوز. تا آخه ببینشو آدم دلش زحف میره براش. خدایا از اصل ماجرا نباید پرت بشیم. اینجا قراره اون میزی که داخل بالکن گذاشته بودم و موقتا اینجا بذارم، یه میز کار کوچولو برای خودم دست و پا بکنم. نظرتون چیه همین اول راه بیایم این میزو افتتاح بکنیم، یه تاب قشنگ برای قفس عروس هلندیا درست کنیم؟ برای این کار ما اومدم از نخ کنفی، مهره چوبی و یه دونه حلقه چوبی استفاده کردم. خیلی کم خرج، همون چیزی که تو خونه داشتم، یعنی هر چیز دیگه ای شاید بتونیم مثلا جایگزین بکنیم. اندازه نخ هم بین 70 تا 1 متر، حالا بسته به اینه که بخواید تاب بزرگ درست کنین یا کوچیک. دو تا برداشتم و طبق فیلمی که میبینید گره میزنیم. راستی بیان بهم بگین شما چه پرنده‌ای دارین؟ اصلا چه حیوان خونگی دوست دارین؟ من خودم حیوان خونگی رو خیلی دوست دارم، ولی همیشه ترس اینو دارم که از پس مسئولیتش بر نیام. همین الانم از این عروس هلندیا خیلی میترسم که نتونم از پسش بر بیام، ولی خیلی دوستشون دارم، خیلی بهشون وابسته شدم.
اینجا دو تا نخ کنفی حدوداً 60-70 سانتی رو ما برش دادم و ایور اوور او بافتی که ما چیز کرده بودم بافته بودم رو گره میزنم. برای راحتی کارم هم از یه دونه سنجاق استفاده کردم که خیلی راحت بتونم نخ رو از مهرهای چوبی عبور بدم. ببین اینجا هیچ چیزی قاعده و قانونی نداره، اینجا تو راحت میتونی هر جور که دلت بخواد از هر مهره‌ای که دوست داشته باشی استفاده بکنی و بتونی تاب پرنده‌هات رو تزیین بکنی. اون نخ دومی هم به همین منوال انجام میدم و در نهایت هر دو نخ رو با هم دیگه به کمک یه سنجاق از یه دونه موره چوبی عبور میدم. بعد در آخر هم یه دونه گره میزنم که فیکس بشه. ببین همین الانش هم تابتو آماده است، ولی مو پایینش اومدم یه چند تا مهره دیگه به وسیله چند تا گره اضافه کردم که هم حالا تزیین باشه، همی که عروس هلندی ها بتونم باش بازی کنن. در نهایت هم اومدم با یه دونه فندک تمام پرزها رو سوزوندم که دیگه تو دهنشون نکنن، دیگه میترسم برشون خوب نباشه. وصلش میکنیم و بریم به مرحله تستش. بریم ببینیم ازش خوششون اومده. ما که میگم فعلا هم غریبی میکنن هم کنجکاون هم دوستش دارن. مرسی که تا اینجا همراه هم بودی. با یه ولاگ جدید برمیگردم پیشتون.